با نام خالق مهر و هنر. سلام، امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. امروز میخوام یک هنر بسیار زیبای دیگر ایرانی از مجموعه سوزندوزی های ایرانی رو خدمت گلتون معرفی کنم، هنر زیبای شبکه دوزی اصفهان. من مریم سماک جلالی هستم، مدرس سوزندوزی ایرانی که تقریبا 33 ساله در این زمینه فعالیت می کنم و خدا رو شکر هنرجویان زیادی رو در این عرصه پرورش دادم، چه در دانشگاه، چه در هنرستان و چه در آموزشگاه. هنر زیبای شبکه دوزی اصفهان متاسفانه داره کم کم رو به فراموشی میره. ما سعی میکنیم این هنر رو به نوعی احیا کنیم. همکاران گلمون در اصفهان و بنده و بقیه همکارانمون که در سطح کشور هستن، به ویژه تهران، به این هنر توجه خاصی داریم و سعی میکنیم که این هنر رو به نسلهای جوان و عزیزانی که علاقمند هستن آموزش بدیم. هنر شبکه دوزی اصفهان به یک سری وسایل نیاز داره برای انجام کار. یکیش نخه، پارچه، سوزن، کارگاه خاص، قلاب و همون کارگاه خاصی که در واقع چارچوب ماننده و پارچه روی اون قرار میگیره. قلاب هم قلاب بافیه. در قدیم در واقع روی پارچه کرباس این پارچه به اصطلاح هنر انجام میشد و نقشه رو که روی پارچه کشیده میشد میومدن با قلاب دور کار رو معمولا مشخص میکردن، قلاب دوزی میکردن و توی اون حالا طرحی که بوده شبکه دوزی انجام میدادن. شبکه دوزی انواع مختلفی داره که من امروز آلبوم شبکه دوزی ما که کار کردم به همراه نمونه دوخت ها خدمت گلتون نشون میدم. یکی از دوخت های بسیار زیبا که خیلی هم ساده هست در واقع تو نمونه توری دوزیه. توری دوزی در واقع ساده ترین نوع شبکه دوزی اصفهانه که در واقع در این کار به زیبایی تمام تار و پود پارچه درآورده میشه و با سوزن نقش‌آذین میشه، در واقع خود فضایی که خالی شده. همه این دوخت های شبکه دوزی اصفهان تار و پودش به تعدادی درآورده میشه و به تعدادی گذاشته میشه. این تعدادی که درآورده میشه و گذاشته میشه انواع تکنیک های شبکه دوزی اصفهان رو شامل میشه. یکی دیگه از طرحهایی که ما به هنرجوامون آموزش میدیم سکمه دوزیه. هنر سکمه دوزی از شبکه دوزی های اصفهان یکی دیگه از این دوخت هاست که خدمت گلتون الان معرفی کردم. و دوخت مشبک دوزی. مشبک دوزی به دو روش انجام میشه، یکیش به روش دندان موشی، یکی به روش ساتنه. باز باید تار و پود به تعدادی باز بشه از روی پارچه. بعد از اینکه دور کار دیوار کشیده شده با قلاب، یعنی در واقع قلاب دوزی شده، توی اون تار و پود کنده میشه و به این سبک روی پارچه دوخته میشه. یکی دیگه از دوختای زیبای شبکه دوزی اصفهان گل کیویجیه. کیویج در اصفهان به معنی زلزلکه و اینکه حالت گردلی گردلی داره بهش گل کیویجی گفته میشه و تکنیک خاص دوخت شبکه دوزی اصفهان. یکی دیگه از دوختای زیبای شبکه دوزی اصفهان دوخت ستاره دوزیه. باز هم به تعداد مشخص تار درآورده میشه، تارهایی گذاشته میشه و همچنین پود درآورده میشه، پودهایی گذاشته میشه و به این صورت با ابریشم توی اون فضای خالی نقش‌آذین میشه به زیبایی تمام. دوخت دیگه ای داریم در شبکه دوزی اصفهان، بهش برادر دوزی سنتی میگن. در هر کدوم از تکنیک های دوختی که دارم خدمتتون معرفی میکنم تماما تعدادی تار درآوردی میشه،
تعدادی گذاشته میشه، همچنین تعدادی پود درآورده میشه و گذاشته میشه و با سوزن تکنیک های دوخت رو روی پارچه بر حسب نوع دوختی که میخوایم اجرا کنیم انجام میدیم و در همه این دوخت ها محیط دور کار قلاب دوزی میشه. عزیزان، یکی دیگه از دوخت های شبکه دوزی اصفهان که ما آموزش میدیم هنر در واقع مدل زیر رفته که در این به اصطلاح دوخت هم همونطور که عرض کردم مثل بقیه تار و پودی در آورده میشه و گذاشته میشه و با سوزن به زیبایی تمام در اون نقش زده میشه و به این صورت طنازی میکنه این هنر زیبا. یکی از دوختهای زیبای شبکه دوزی اصفهان به اصطلاح گل اشرفیه که خیلی زیباست و در نسبت به بقیه زحمت بیشتری داره، هم تار کشیش، هم پود در آوردنش، هم نقش آذین کردنش و در واقع خیلی زیبا و چشم نوازه. حالا نمونه هایی رو دارم خدمت گلتون نشون خواهم داد. و یکی دیگه از دوخت هایی که داریم سکم دوراه هست که این هم یکی دیگه از دوخت های شبکه دوزی اصفهانه. در اصفهان اکثراً خانوم های مسن در واقع این کار رو انجام میدن و سعی میکنن این هنر رو در خانواده خودشون داشته باشن و سفارشاتی مثل روتختی برای جهیزی عروس اینها قبول زحمت میکنن و این دوخت ها رو روش انجام میدن، ولی طوری نیست که اینو بخوان سینه به سینه به دیگران انتقال بدن. این هنر بسیار مهجور مونده و شاهد این هستیم که بیشتر توی موزه ها دیده میشه. باید سعی کنیم این میراث کهن که به ما به امانت سپرده شده به بقیه عزیزانی که علاقمند هستن این هنرها احیا بشه و زنده بمونه آموزش بدیم. پارچه های کرباس که تار و پود اون یک اندازه باشه الان توی بازار نیستش. اگر باشه مثلا تار اون ضخامت رو داره ولی پود مثلا از 4 تیکه مثلا تشکیل شده و این وقتی ما میخوایم که مثلا در تار و پود نخ رو بکشیم دچار مشکل میشیم. پس یکی از مشخصه های پارچه هایی که میخوایم برای شبکه دوزی اصفهان استفاده کنیم حتما باید قطر تار و پود پارچمون یک اندازه باشه. حالا من نمونه های از کارهام رو که انجام دادم روی پارچه های گونی باف که در بازار الان موجوده و پرده فروشی ها معمولا این رو می فروشن، من چند نمونه کار انجام دادم هم با پارچه های ریز باف و هم با پارچه های درشت باف که خدمت گلتون نشون خواهم داد. این پارچه بسیار ریز بافته، همونطور که ملاحظه می کنید وسط این پارچه تور نیست. تار و پود پارچه رو در آوردم و به این صورت نقش‌آذین کردم. دور کار هم میشه قلاب زد، هم یک در واقع قلاب دوزی کرد با میل قلاب و نخ. هم میشه یک هنری در اصفهان هست که دور کار انجام میدن، بهش تکه دوزی میگن، مثل تکه تی دو نقطه نوشته میشه ولی با ضم ت هست که تکه گفته میشه. به این صورت الان یکی از نمونه کارها و آثارم هست که به این شکل به زیبایی تمام نقش آذین شده روی این پارچه و مجموعه دوخت های شبکه دوزی اصفهان اهم از مشبک دوزی، سکمه دوزی، توری دوزی، ستاره دوزی، گل اشرفی و گل کویجی و توری گل دوزی که در وسط این علاوه بر توری دوزی گل دوزی هم توش شده رو نه به اصطلاح به این شکل خدمت گلتون نشون دادم. این هم یکی دیگه از آثارم هست که روی پارچه زرد رنگ به این شکل کار کردم. مرکز گل گل اشرفیه و دور کار ستاره دوزی و توری دوزی و ترکیبی از این دو هنره و دور کار رو هم به این شکل دوخت ژور دوزی انجام دادم. ژور یک کلمه فرانسویه که در قدیم در ایران به این هنر تار دوزی میگفتن. اگر یادتون باشه
پرده های قدیمی گلدوزی که کاور در واقع جالباسی بود، یا اینکه رو تاخچه یا دور مثلا بخچه یا برای حوله حمام مادران و مادر بزرگانمون حاشیه های کار رو تاردوزی می کردن که اون کار رو در واقع الان جور می گن و به این صورت به زیبایی تمام روی پارچه نقش‌سازی می شه. یکی دیگه از آثارم رو خدمت گلتون می خوام نشون بدم، این اثره. این پارچه پارچه آلپاکاست، الان پیدا نیست خیلی توی ایران، ولی پارچه های گاندی که در سوزن دوزی بلوچ دوزی استفاده میشه و قطر تار و پودش یکیه و بافت ریزی داره و الان در زاهدان به نام پارچه در واقع گونی بافت شماره یک هست، از اون هم میشه به جای پارچه آلپاکا استفاده کرد. مرکز این رو من اومدم گل اشرفی انجام دادم و به این شکل به زیبایی تمام روی پارچه نقش اندازی شد. نقش بوتجقه، بوتجقه نماد سروه و حالت ایستایی داره. سرو خمیده نشانه تواضع هنرمنده. یادتونه میگفتن که هر چه هنر به اصطلاح درخت پربارتر باشه سرش خمیده تره. در واقع ما هم وقتی در این وادی هنر پا میذاریم باید مثل اون سر باشیم، بیایم به اوج و در اون بالا سرمونو خمیده کنیم و تعظیم کنیم به این همه هنر و زیبایی که در ایران عزیزمون داریم. من در وسط این نقش بوتجقه که نماد سر و هست اومدم سکمه دوزی رو انجام دادم و در این قسمت از هنر تاردوزی یا ژوردوزی به کار بردم که در واقع اثرم به صورت یک رانر به این شکل در اومده. یکی دیگه از آثاری که انجام دادم و توش چاپ به اصطلاح سیلک رو انجام دادم به این صورت، دورشم قلاب بافی کردم، اینم روی پارچه آلپاکاست. مرکز رو در واقع اومدم توری دوزی انجام دادم، یکی از برگ‌های مو رو برداشتم آوردم در مرکز و به این شکل کار کردم. چاپشم چاپ سیلکه که خودم انجام دادم و به این صورت به این شکل زیبا این رو روی پارچه نقش‌سازی کردم به عنوان یک رومیزی اصلی. این هم یکی دیگه از آثارم که هنر ژوردوزی و روباندوزی با هم هست به این صورت که دوتا ژور بسیار زیبا در دو کنج این به این شکل انجام دادم. من در کلاسم هم توری دوزی به اصطلاح شبکه دوزی های اصفهان رو آموزش میدم که 10 تکنیک دوختی داره و هم 10 تکنیک ژوردوزی رو هم آموزش میدم. این الان یکی از این دوخت‌های زیبای در واقع ژوردوزیه که به این شکل من درآوردم. مجموعه کاملی از تمام ژورها در هر کدوم از این تکه‌هایی که به این شکل در اومده و مجموعاً به این شکل نقش‌سازی شده روی پارچه. و این هم یک نمونه دیگه‌ای. ببینید دوستان عزیزم، ما در خود این شبکه دوزی های اصفهان سنتیش اینه که در واقع مستقیم روی خود پارچه نقش‌سازی میشه و قلاب دوزی میشه. یعنی ابتدای عمدور کار به صورت یک دیوار با قلاب دوزی محکم میشه و سپس در کارگاه، حتما در کارگاه باید تار و پود و بر حسب نوع تکنیک دوختی که داریم انجام میدیم تار و پودش رو در بیاریم. من خدمت گلتون عارضم که یک سری از دوخت ها هستن که در واقع ما میایم به صورت خامه دوزی، هنر خامه دوزی و خود
به اصطلاح ژور یا شبکه دوزی توش به کار میبریم. الان این هنر، هنر خامه دوزیه که حاشیه هر کدوم از اینها در واقع ژور دوزی شده و به این صورت یک هنر زیبا رو خواهیم داشت. مرکز کار کاملا ژورها باز هستن، به این شکل در اومده. حالا باز هم ما میتونیم این رو ببینید، این روی تترون انجام شده دوستان. الان این هنر، هنر سکمه دوزیه با دوخت شیدا که یکی از دوختهای سیستان و بلوچستان هست، نقش‌آذین شده دور کار و این هم یک هنر بسیار زیبا که به این صورت سکمه رو آوردیم روی تترون کار شده در واقع. من در مجموعه آلبومم نمونه های دیگه رو از این هنر دارم که خدمت گلتون نشون خواهم داد. ببینید الان این یک نمونه است که با دست دور تا دور این رو دندانموشی زدم و در تک تک این خونه ها به این شکل این کار رو به اصطلاح نمونه های مختلف رو از جمله سکمه دوزی، مشبک، گل کیویجی، تور دوزی، ستاره دوزی و گل اشرفی رو کار کردم. شما میتونید نمونه های این شکلی هم درست کنید به عنوان حالا زیر لیوانی یا تزیین منزلتون. این هم یک نمونه مشبک دوزیه که به این شکل نقش‌آذین شده و این هم یک نمونه توری دوزی. یعنی شما میتونید اصلا همین سبک توری دوزی رو به صورت پروانه روی قسمت شالتون، لباس مهمانیتون و خیلی کاربردهای مختلفی داره. روی آباژور میشه کار کرد، به عنوان کوسن میشه کار کرد، به عنوان رومیزی میشه کار کرد، رو تختی میشه کار کرد. کارهای مختلفی از این هنر زیبا میشه خلاقانه روی ملزومات منزل یا روی لباس فاخر ایرانی کار کرد. این هم باز مشبک دوزیه که به صورت گل در اومده. ما توی این شبکه دوزی در علاوه بر اصفهان در بیرجند هم داریم که در بیرجن بیشتر روی تترون کار میشه و با نخ خامه نتابیده، یعنی نخ ابریشم نتابیده سفید کار میشه که الان این یک نمونه از در واقع خامه دوزی یا به اصطلاح شبکه دوزی بیرجند هست که کار میشه به همراه در واقع روی تترون به زیبایی تمام. و این هم یک نمونه دیگر از این هنر هستش که باز اون دوخت مشبک دوزی بود که خدمت گلتون نشون دادم که در بیرجند کار میشه و این دوخت در واقع سکمه دوزیه. همون طوری که ملاحظه میکنید در بیرجند دیگه دور کار و قلاب دوزی نمیکنن، به این سبک مثل دوخت حالت خامه دوزی دوخت میشه و بعد تار و پود پارچه در آورده میشه و نقش‌آذی میشه. پس تفاوت در واقع شبکه دوزی اصفهان و شبکه دوزی بیرجند در اینه که در بیرجند از نخ در واقع خامه یا ابریشم سفید نتابیده استفاده میکنن، اما در اصفهان از هر رنگی که میخوان میتونن استفاده کنن و محدودیتی نداره و بیشتر هم از دمسه استفاده میشه برای درست کردن در واقع این هنر. همچنین دوکهایی دارن که حالت ابریشمی داره، از اون هم میتونن استفاده کنن. بچه ها توی کلاس در واقع هنرجویان من با خلاقیتشون کارهای خیلی زیبایی انجام میدن که واقعا زیباست و چشم نواز. یادم دانشجو که بودم یک اثری رو به اصطلاح خلق کردم که استادم میگفتش که نمیشه شبکه دوزی رو به عنوان تابلو کار کرد. من این اثر نفیس رو که شیر بالدار نقش ساسانی هست به این صورت در آوردم که به زیبایی تمام نقش‌آذین شده و الان اگر اینجا شما ملاحظه کنید مرکز قلب شیر بالدار رو از هنر شبکه دوزی اصفهان سلا گل اشرفی استفاده کردم و اینها رو در واقع از دوخت‌های متن دوزی به روش به اضافه زبدر مشبک دوزی در دمش و اینطوری شیر بالدار نقش ساسانی رو نقش‌آذین کردم و دوایر دورش رو هر کدوم رو یکی از دوخت‌های اصفهان رو در واقع روی این نقش‌آذین کردم.
و به این صورت یک تابلو بسیار زیبا و شکیل در اومده و کاربردی شده. ما توی این مبحث هدفمون اینه که این هنرهای قدیمی ایرانی به نوعی احیا بشن و فقط شاهد این هنرها در موزه ها نباشیم. واقعا حیفه، باید این داشته هامون رو، این هنرهامون رو قدرش رو بدونیم و اینها رو به درستی به نسل های آینده انتقال بدیم. عزیزان بزرگوار، من در ادامه این صحبت هام آموزشی خواهم داشت از ساده ترین دوختی که در شبکه دوزی اصفهان استفاده می کنیم که همون در واقع توری دوزیه، که شما رو بیشتر آشنا کنم با این هنر و شما ببینید که چقدر قسمت به قسمت ایران، هر جایی رو که نگاه میکنید، هر شهر و استانی که نگاه میکنید، چه هنرهای وسیعی داره که متاسفانه بعضیاش رو به انزوال و در واقع داره از بین میره و بعضی ها رو ما داریم به زور اینا رو سرپا نگه میداریم، سعی میکنیم که آموزش بدیم، چه به صورت مجازی چه به صورت حضوری، تا اینها زنده بمونن و شاهد این هنرها فقط تو موزه ها نباشیم. متاسفانه هنرمندان ما وقتی که در قید حیات هستن آثارشون آنچنان که باید شاید دیده نمیشه، اما وقتی که رخت از این دنیا برمیبندن میبینیم که آثارشون به قیمتهای گزاف فروخته میشه. باید قدر هنر و هنرمند رو دونست و باید به اینها ارزش قائل شد، خصوصا هنرمندانی که در عرصه سوزندوزی ایرانی کار میکنن. خیلی از هنرهامون داره، خصوصا هنر سوزندوزیمون از بین میره. واقعا حیفه، واقعا حیفه و باید به اینا ارج قائل بشین و اینها رو به جوانها خصوصا آموزش بدیم. خدا رو شکر در طول این سالهایی که من به صورت خصوصی دارم آموزش میدم، خیلی از دوستان تشریف آوردن و این هنر رو یاد گرفتن و کارهای بسیار زیبایی رو انجام دادن که من در لایو های پایانی کلاسم که در صفحه اینستاگرامم هست قشنگ میتونید این آثار رو ببینید و حظ وافی رو ببرید. همیشه ما سعی میکنیم در کلاسمون ابتدای امر یک آلبوم دوستان داشته باشن که این آلبوم رو بعدن برن آزمون فنی حرفه‌ای که میخوان بدن، در آزمون فنی حرفه‌ای مدرکش رو بگیرن. آزمون فنی حرفه‌ای قابل ترجمه است، مدارکی که دوستان گرفته میشن میگیرن در واقع بعد از آزمون و بعد میتونن این هنر رو بیشتر اشاعه بدن، هم میتونن به صورت تولیدی حالا در قالب زیورالات هم اگر علاقه مند باشن دوستان، که اصلا نداریم شبکه دوزی های اصفهان رو در قالب زیورالات، میتونم به دوستان آموزش بدم در کلاس اگر علاقه مند باشن. روی کیف و کفش هم میشه تزیین کرد. توی شبکه دوزی های اصفهان اصلا ندیدم من کسی بیاد در مقوله کیف و کفش کار کنه. ایده خیلی خوبیه و ایده نوعیه برای دوستانی که میخوان برند ثبت کنن یا بیان روی لباس کار کنن، خصوصا تولیدی کنندگان لباس. کمتر کسی به این مقوله پرداخته و بسیار عالیه که شما در این قسمت فعالیت کنی و برای اولین بار بیاین این رو در واقع در لباس فاخر ایرانی نقش‌آذین کنی. خب من از شما دعوت میکنم به کلیپی که آماده کردم در ادامه صحبت هام از آموزش در واقع ساده ترین نوع دوخت هنر به اصطلاح شبکه دوزی اصفهان که دوخت توری دوزی هست خدمت گلتون نشون میدم و همچنین قلاب دوزی که چجوری میشه. البته این رو هم ذکر کنم، ما هم میتونیم در واقع روش سنتیش با قلاب
دور کار دو ردیف جهت عقربه ساعت و خلاف جهت عقربه ساعت قلاب دوزی میشه در کارگاه و بعد توش نه به اصطلاح شبکه دوزی اسوان انجام میشه که همه این کارها در کارگاه انجام میشه. اما گاهن بچه ها اون به اصطلاح صبر و حوصله رو ندارن که با قلاب کار کنن و اون کارگاه های مستطیل شکلی که مخصوص هست باید روی اون کار بشه ندارن و هزینه بر هست. ما به بچه ها میگیم با نخ سوزن هم میتونن دور کار رو زنجیر دوزی انجام میدن. البته روش صحیح آموزش دادی میشه ولی به این صورت هم دوستان میتونن انجام بدن با نخ سوزن زنجیره های بسیار ظریف و منسجم رو بدوزن و بعد دور اون کار کنن. من علاوه بر این که در ادامه این صحبت هام دو ساده ترین نوع دوغ که همون توری دوزی رو خدمتون آموزش بدم، هنر توک دوزی که در واقع دور کار میاد تزیین میشه هم خدمت گلتون آموزش خواهم داد که در آلبومم نمونه از این توک دوزی رو دارم و خدمتتون نشون میدم. این هم توک دوزی در واقع اصفهان که با نخ و سوزن این دور تا دور کار نقش‌سازی میشه که من این رو هم به این صورت چاپ زده است، به این شکل خلاقانه دو طرف این رو در واقع این ور که دنداموشی مثلثیه و این ور رو به این صورت توک دوزی انجام دادم. این هم یه هنر دیگه ای از تزیین دور کار در واقع قلاب دوزی هست که به این صورت در میاد. یا ما میتونیم در واقع قلاب دوزی اصفهان که همون شبکه دوزی اصفهان هست، در واقع ما میتونیم با خود قلاب هم قلاب بافی کنیم. امیدوارم که این هنرها مهجور نمونن، با همت همه ما بتونیم در واقع این رو زنده نگه داریم و به درستی البته به نسل‌های آینده انتقال بدیم. برای همه شما عزیزان بزرگوار و علاقمندان به هنر ناب و خاص و فاخر سوزندوزی ایرانی برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم همه با هم تلاش کنیم این هنرها زنده و باقی بمونه. روز و روزگارتون به خیر، در پناه خالق هستید.